سلام به روی ماه تک تک شما عزیزان امیدوارم که هر جا که هستین حالت خوب باشه دکتر فرش هستم متخصص سبک زندگی سالم تو این ویدیو میخوایم مشکلی رو بررسی کنیم که در هفته چند بار حداقل اکثرا برای افراد پیش میاد و خیلی هم ساده است درمانش اما دیگه همه گیر شده و و ریشه بسیاری از مشکلات نفک و گازی که داخل روده ایجاد میشه و اکثرا تمرکز روی دارو دارن و فقط میخوان با دارین مشکل رو حل کنن در حالی که ایراد در جای دیگه است دنبال اون علت باد باشیم پیداش کنیم و راحت درمانش کنیم من تو این ویدیو هم علت ها رو بهتون گفتم و هم ترکیبی رو میخوام تو این ویدیو بهتون آموزش بدم که طی این سالهایی که ما کار درمانی داریم انجام میدیم هیچ گزارش منفی نداشتیم که تو این ویدیو بهتون گفتم چطور درست کنیم و چطور استفادهش کنیم تا اون اثرات مثبت رو بذاره گفتیم علت رو باد بررسی کنیم کلا مشکلات دستگاه گوارشی خصوصا نفخ و گازی که تو روده ایجاد میشه دو تا علت بیشتر نداره یا از کمی اسید معده است یا از زیادی اسید معده است حالا باید اینا نشونه رو بررسی کنیم ببینیم ما جزو کدوم یکی از اینا هستیم وقتی که علت از سردی باشه معمولا یک اشتهای کاذب افراد دارن یه ولای خاصی دارن یه ذره سردی میخوره مثل دوغ میخوره لبنیات میخوره یه ذره سرکه میخوره آب دهنش میریزه غذا خورده یک ساعت بعد دوباره گرسنه است اینا نشون میده که معده خیلی سرد شده و از صبح که از خواب پا میشه خیلی بدنش پف داره انگشت دستش پشت پلکاش صورتش ورم کرده است یه ذره برنج میخوره با یک ورم خیلی زیاد از خواب بیدار میشه خیلی وقتا صورت کک و مک میفته در اثر سر همون سردی گوارشی و افراد معمولا شکم دارن حتی لاغر اضافه وزن نداره اما شکم داره معدش بزرگه جای زیادی رو اشکال کرده اما کسانی که نفق معدهشون به خاطر کمی اسید معده است وقتی غذای چرب میخوره کلا دیگه نمیتونه هضم کنه و به هم میریزه نفق میکنه اون غذا خیلی تو معدهش میمونه میترشه میگنده خیلی وقتا اشتها به غذا ندارن با دیتس ترش بخوره تا اشتهاش باز بشه یه سری حالت توایی همیشگی دارن البته تو سرد مزاش هم هست اما اونی که معدش اسیدش کمه وقتی حالت توا داره با خوردن چای زنجبیل چون هم معمولا میگن چای زنجبیل برای این کار خوبه اما وقتی علت از کمی اسید معده هست یه خود چای زنجبیل بخوره کلا بدترش میکنه با خوردن ترشی ها بهتر میشه مثلا رب انار میخوره بهتر میشه آب زرشک میخوره بهتر میشه لیمو ترش تازه میخوره بهتر میشه اینو هم در جریان باشید که علت 90 درصد مشکلات گوارشی از سردی گوارشه تعدادی کمی هستن که دچار کمی اسید معده هستن اونم بهتون گفتم راهکار دادم جای نگرانی نیست ویدیوی بسیار مهمیه بریم عوارضش رو هم بررسی کنیم خیلی مهمه خیلی وقت این عوارض و بیماری که ما داریم به خاطر همون مشکل گوارشیه اون که حل میشه خیلی راحت و مشکل برطرف میشه من اخیرا بیماری داشتم فشارخونی که یک سال هست باهاش درگیر بودن علتش مشکلات گوارشی بود وقتی گوارششون رو تنظیم کردن دیگه داری فشار خون نخوردن تا یک هفته بیماری جمع جور شد چقدر مهمه ما علتها رو بدونیم خیلی وقتا دردهای قلب به خاطر مشکلات گوارشیه درد دنده ها به خاطر مشکلات گوارشی چون معده بزرگتر از حد طبیعی شده و داره فشار میاره به دنده های سمت و راست و سمت چپ و درد میکنه و نمیدونه علتش از کجاست کتفاش درد میکنه سفت بسته سر درد شقیقه درده چشماش گاهی وقتا درد میکنه و نمیدونه به خاطر چیه چطور ایجاد میشه نفق و گازی که داخل معده ایجاد شده و این بخاراتی که در اثر غذایی که هضم نشده این بخارات داره فشار میاره ممکنه به چشم فشار بیاره باعث درد چشم بشه ممکنه باعث سردرد بشه و عوارضی که بهتون گفتیم تمام بزرگان خردمندان و حکمای طب ایرانی به این قضیه تاکید دارند معده خانه بیماری هاست و پرهیز بهترین درمان هاست در قدم اول بررسی کنیم ببینیم آیا من دارم نون سفید میخورم نونی که دیگه سبوسی نداره آردش کاملا آرد سفید بوده چون خیلی دستگاه گوارش رو به هم میریزه نونمون رو بررسی کنیم و نونهای قهوه سبوس استفاده کنیم این در قدم اول پریزات غذایی آبمون رو بررسی کنیم آب کلوردار یکی از علتهای اصلی نفک و گاز روده است امتحان کنید شما آبتون رو بچوشونید و هر بار تازه باشه یعنی اینطوری نباشه که آبی که چند بار جوشیده باشه واقعا خوب نیست چون املاح و مواد معدنیش از دست میده و اصلا برای سلامتی خوب نیست یک بار حجم زیادی از آب بجوشونید و داخل کوزه اگر نگه دارید که دیگه خیلی اون آب گوارا و فوق است آب بدون کلور استفاده کنید و ببینید چقدر موثره غذای فریز شده استفاده نکنید غذایی که چند روز مونده استفاده نکنید خصوصا سرخ کردنی ها رو به حداقل برسونید جایگزینش غذای آبپز و بخارپز و تازه استفاده کنید و ببینید چقدر دستگاه گوارشتون کارش راحت تر میشه و یوبوستتون برطرف میشه چون یکی از علت های مهمه دیگه یوبوست هست که نفق و گاز زیادی تولید میکنه چون تعادل بین باکتری های مفید و مضر در اثر یوبوست از بین میره و ما باید اینها رو تنظیم کنیم و تنظیمش کار راحتی مشروط به اینکه اینا رو ما انجام بدیم و جای هیچ گونه نگرانی وجود نداره پس در قدم اول تغذیه‌مون رو بررسی میکنیم در قدم دوم این ترکیبی که بهتون میگم و استفاده کنید داخل یه قوری کوچیک نصف فنجان عرق نعنا بریزید نصف فنجان گلاب بریزید اگه می‌خواید برای چند وعدتون درست کنید میتونید این واحدش رو بیشتر کنید به ازای یک فنجانی که نصفش گلاب هست نصفش عرق نعنا هستش شما یک قاشق مربا خوری بهش بارهنگ اضافه میکنید دوستان نام علمیشو براتون میذارن و بعد اینا رو چند لحظه میجوشونید وقتی که جوشوندید صبح اول وقت استفاده میکنید و آخر شب اگه خیلی مشکلتون زیاده و ببینید که چقدر موثره حدودا بعد از یک هفته میبینید خیلی حالتون بهتر شده اما توصیه میکنم چهل روز بخورید چهل روز کامل استفاده کنید اگه مشکلتون زیاد نیست هم یه بار موقع خواب استفاده کنین کافیه اما اگه التهاب داره معدتون زخم داره حتما روزی دو بار استفاده کنید و یه کار دیگه هم انجام بدید اگه زخم گوارشی دارین واقعا قوقاست یه قاشق مربا خوری روغن بادوم شیرین اصل یک ساعت قبل غذاتون بخورید و این یک ترمیم کننده فوق العاده است مثل یک پانسمان میمونه برای اون زخم گوارشی و اون التهاب خیلی سری کم میکنه و در طول روز روزی یکی دو بار در نوش ختمی رو بخورید چون ضد التهاب یا بابونه بخورید یا بومادران استفاده کنید همینا ضد هستند به صورت اورژانسی هم اگه بخواید مشکلتون رو حل کنید همون موقع که دیگه شکم خیلی ورم میکنه و تا نفس کشیدن برای فرد سخت میشه آنن شما میخک و چار پنج دونه میخک و بجوشونید به مدت پنج دقیقه ده دقیقه بجوشونید و با یه تیک نبات یا یه ذره اصل میل کنید مثل آب رو آتیشه همون لحظه کلا نفق و ورم و اینا رو قطع میکنه و روغن سیاه دونه اگه اونو در اختیار نداشتید روغن سیاه دونه روی شکمتون ماساژ بدید بعد پنج دقیقه دیگه خبری از نفق نیستش خیلی سریع جواب میده گذشته از همه اینها چقدر خوبه که ما آداب غذا خوردن رو رعایت کنیم واقعا آروم باشیم بشینیم با آرامش غذامون رو بخوریم خوب غذامون رو بجویم خوب جویدن غذا قوی راه درمانه غذامون آروم بخوریم بجویم این کار به بدن ما متعادل میده اگه چاق هستیم لاغر میشیم اگه لاغر هستیم چاق میشیم چون باعث تعادل میشه و جذب و قوی تر میکنه اینو دیگه طب روز و طب قدیم نظرشون یکسان هست که خوب جویدن غذا باعث ترشوی یک سری آنزیم ها میشه که حزم غذای ما رو خیلی راحت تر میکنه قبل و بعد غذا یه خورده نمک بچشیم خود همون چشیدن نمک خصوصا نمک های طبیعی کلا منظورم هست نمک های خواص این ها نداره نمک های طبیعی رو بچشیم هم دستگاه گوارش رو دفونی میکنه و هم دستگاه گوارش رو گرم میکنه و این خودش کلی عالی هستش و اینکه وسط غذا آب خوردن رو بذاریم کنار حالا یه موقع هست که تو گلومون گیر میکنه موضوعش فرق میکنه اما که عادت کردیم یه لقمه غذا میخوریم یه قرت آب میخوریم واقعا کار درستی نیست حج میده به معده و شیره های گوارشی اسید معده رو رقیق میکنه و همون رقیق شدن اسید مده باعث میشه غذا خیلی دیرتر هضم بشه و میگنده میپوسه و ویتامین ها در این شرایط خوب جذب نمیشن و افراد با وجود اینکه تمام گروه رو دارن استفاده میکنن اما باز هم سوء تغذیه دارن این برمیگرده به اینکه اون تعادل میکروبی معده درست نیست و اسید معده زیاده محیط معده سرده و بعد اینکه غذامون خوردیم چند لحظه دراز بکشیم این کار بسیار پسندیده چند لحظه دراز بکشیم پای راست رو پای چپ بذاریم دستامون رو زیر سرمون بذاریم و چند دقیقه در این حالت بمونیم گوارش خیلی راحت تر میشه خب هم که پرخوری کرده باشیم چون یکی از علت های اصلیه نفخ و گاز پرخوریه چون وقتی افراد زیاد غذا میخورن دیگه معلومه که اون غذا راحت هضم نمیشه اما یه وقتایی هم پیش میاد که غذا چرب خوردیم غذا سنگین خوردیم و یه حس خوبی نداریم میل خوردن ترشیر جاتو داریم خوبه اینجا رو بنار بخوریم خوبه سرکه خیلی خیلی کمک میکنه یه قاشق مرب بخوری، همراه یه فنجان آب سرکه رو داخلش بریزیم و بخوریم سریع هضم و راحتش میکنه و نفک و گاز معده از بین میبره حالا یه ذره عسل بهش اضافه کنید که دیگه شما نتیجه رو قوی ترش کردید اون ترکیبی که بهتون گفتم بارهنگ عرق نعنا نه یادم نیست که گفتم عسل بهش اضافه کنید یا نه حتما باید کمی بهش اصل اضافه بشه که نتیجش چندین برابر بشه. حتما نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و با لایک و شیر کردن این ویدیو باعث بشید افراد بیشتر این ویدیو رو ببینن.